زیادی باقی نمانده در ارتباط با جنبش سبز ایران یا جنبش مدنی ایران میخوام چند جمله با شما صحبت کنم. دیروز بود یا پریروز بود که در یک از سایت ها یک تیک فیلمی پخش شده بود، گذاشته شده بود و من دیدم از سخنرانی یکی از دانشجویان در دانشگاه هنر تهران داخل شما دوستان هم اونجا دید، جمله ای رو اون دانشجو در اونجا به کار برده بود، اون جمله میخوام تیکه کنم. او گفته بود که شیر خفته ملت اکنون بیدار شده است و این شیر دیگر به خواب نخواهد رفت. ریاست جمهوری دهم انجام شد و اون چی که الان شاهدش هستیم در ایران این بغض فروخفته 30 ساله است. همونجوری که آقای موسوی به درستی در این آخرین اعلامیه‌اش اشاره کردن که ما به چه زبانی رو شما حریف بکنیم که دیگه الان بحث انتخابات نیست، بحث اینکه کی رئیس جمهور بشود کی نشود نیست، بحث ریگ و امر نیست. امروز بحث این است که شما یک ملت بزرگی رو تحقیر کردید که البته این تحقیر مخصوص این انتخابات هم نبوده، در گذشته هم بوده، منطقه اوجش در این ایام و صراحت و آشکاری که در این ایام مردم دیدن، بخصوص جوانانی که بار دیگر اعتماد کردن، بار دیگر امید در اونها زنده شد و سرپوش کردن ایران رو به صحنه آمدن تا بار دیگر به نظام جمهوری اسلامی فرصتی بدهن تا در رفتار و گفتار و اعمال خودش تجدید نظر بدن که متاسفانه جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکرد، چرا که اگر فرصت از این فرصت به درستی استفاده میکرد هم به سود خودش بود، هم به سود مردم و رنجها و گرفتاری‌های مردم هم کمتر بود. این جنبش در واقع همون جنبش دموکراسی خواهیه، همون جنبش آزادی خواهیه 100 ساله گذشته خودمون که همواره ناکام بوده. این همون چیزیست که در همین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. اگر همین 30 ماده این اعلامیه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی هم با اون متحد هست واقعا اگر اجرا بشه بعد بخش قابل توجهی از خواسته های مردم انجام شده است، اما متاسفانه این چنین نیست. اما این جنبش ویژگی هایی دارد که در قیاس با جنبش های دیگه، تحولات دیگه، حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده متفاوته. یکی از اینها مسئله مسالمت، مسئله مسالمت جویی جنبش است. یکی دیگه از اینها تکثرگرایی است. این جنبش سر مردهای مذهبی و مذهب جنسیتی و مردهای قومیتی و امثال این مردها رو در هم نبردیده است. امروز همه در کنار همدیگر هم و همه دنبال خواستهای مشترک هستن و همینطور این جنبش رهبری متمرکز ندارد. البته رهبری دارد اما رهبری متمرکز ندارد و همین عدم رهبری متمرکز خودش از ویژگی ها و امتیازات این جنبش است. نداها و سهراب ها هستن. چرا؟ به خاطر اینکه این جوانان با تمام وجود و جوش به میدان آمدن، حماسه آفریدن و نام ایران ایرانی رو در دنیا سربلند کردن. بعد از این حوادث و تحولات که همه این دنیا فهمید بابا ایران آن نیست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه. از این ملت در دنیا و در سازمان ملل نمایندگی بکنند. این از ویژگی های این جنبش هست. حالا شما همین جنبش الحمدلله تا کنون سرپای ایستاده و تا کنون با فداکاری های این مردم و مقاومت این مردم به جلو رفته و امیدواریم که این جنبش این بار به اهداف خودش برسه. منتها این یک هشداری است که من حداقل با تجربه خودم، من از نیروهای انقلاب بودم، من خودم در انقلاب بودم، پیش از انقلاب بودم، دوره اول نمایندگی مجلس بودم، سیری دارم در زندگی خودم و الان در 60 سالگی قرار دارم، مانند بسیاری از همسنسالهای خودم که در نسل انقلاب بودن انقلاب را دیدن. اون تو هشداری که من باید بدم به خصوص به جوانترها با اون هشدار این است که در یک تمثیل عامیانه میگم که بار دیگر از چاره به چاره نیفتیم. اگر بناست این بار آزادی داشته باشیم، اگر بناست این بار ما به حقوق بشر برسیم، به دموکراسی برسیم، لازمه دموکراسی و حقوق بشر
فرهنگ مداراست، فرهنگ مسالمت است. غیر دروغینی که ما در دوره انقلاب داشتیم، چپ راست نمیدونم ضد امپریالیسم ضد لیبرالیسم و همسان این داستانها، این دورهش دیگه تقریبا تمام شده، در داخل کشور تقریبا تمام شده. من آمریکا خودم در داخل کشور بودم و اطلاع دارم، ولی متاسفانه گاهی رگه های از این رو من در خارج کشور میبینم. خودم 15 ماست که در خارج کشور زندگی میکنم. بنابراین من فقط هشدار میدم، هشدار دوستانه، نظر خاصی هم به هیچ گروه دسته و جمعیتی ندارم. مهم این است که اگر یک جنبشی رو تاریخ نشون داده، اگر یک جنبشی فراگیر بشود، عمومی بشود، همه مردم در کنار همدیگه قرار بگیرن و شعارشان این باشد که نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، اون دیو مهیب به فردگرایی و تنهایی و سکوت خواهد شکست و در اون صورت هیچ دیکتاتوری در برابر اکثریت یک ملت رو پاکاسته نمیتونه مقاومت کنه. می‌دونم با تجربه می‌دونم بسیار از کسانی که اینجا در کنار همدیگه هستیم، هر کدام از یه جایی آمدیم، خواستگاه فکری مون، سیاسی مون، اجتماعی مون، طبقاتی مون متفاوته، ولی کم و بیش اکثریت ماها قربانی نقض حقوق بشر در ایران هستیم. اینو دیگه 30 سال تجربه کردیم با گوشت و پوست و استخوانمون. کاری نکنیم که دوباره اگر مثل دوی بهمنی به وجود بیاد، در اون بار دوباره باز شمشیرهای مون قلم بشود به روی همدیگر و بعد در اون صورت دوباره باز داستان به خشونت از نو تکرار خواهد شد. همه ما قربانی می‌شوند. من شخصا یاد نمی‌بینم که از نقد حقوق بشر در ایران برای شما بگم. آقای دکتر قایمی گفتم به تفصیل تا 6 سال دیگر هم می‌شود داستان تحت نقد حقوق بشر در جمهوری اسلامی می‌توان هم بر شما. ولی من شخصا نیازی ندارم، نمیخوام از خودم صحبت کنم، شاید اخلاقا کار خوبی نباشد، ولی فقط عنوان اشاره عرض میکنم که بنده عنوان، یا اینجا خانم درباره نقد حقوق بشر راجع به باهائی ها گفتن و راجع به نمیدونم سنی ها گفتن و راجع به دیگران یا یهودی ها که حق تبلیغ ندارن، نه خیر، آقا بنده روحانی مسلمان از قوم در آمده هم حق تبلیغ ندارم در ایران. فقط مثلا عرض کنم که عنوان یک فردی که شاید در ذهن از اکثریت از افراد که دور قضاوت میکنن همه مثل همن، چون برای همه 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 داشته باشن دور مثل همن، عرض کنم که فقط به خاطر یک اظهار نظر، یک اظهار نظر اسلامی و دینی در کنفرانس برلین و دفاع از تغییر پذیری احکام و دفاع از آزادی حجاب در دادگاه ویژه روحانی در همین حکومت من حکم اعدام گرفتم، چیزی که در طول تاریخ هم سابقه است. اما در این حال تونستم حالا عمر ما به این دنیا بود، بقول ایرانی ها دوباره تونستیم به از اونجا از نوین زنده بیرون بیام و امروز در خدمت شما هستیم. به هر حال اون هشدار بنده رو امیدوارم دوستان و خواهران و برادران و خانم ها و آقایون عرض کنم که هموطنان انشاءالله جدی بگیرن و این مبارزات، این جنبش با ویژگی های خاص خودش به جلو میره و واقعا باید از این جنبش داخلی ایران حمایت کرد. من شخصا به عنوان هموطن از همه مردم ایران، از همه جوانان و دانشجویان سپاسگزاری میکنم و از جمله از رهبران جنبش سبز ایران هم که فعلا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی سعی میکنن فعالیت بکنن، گامی به جلو بردارن، از اونها هم صمیمانه تشکر میکنم. موفق باشید.